سلام، با مهمترین خبرها زرش صبح خوش آمدید. امروز دوشنبه دهم سرو 1403 برابر با 29 آپریل 2024. سرخط خبرها: وضعیت حقوق بشری زیر سلطه طالبان. شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر افغانستان را زیر ذره‌بین می‌برد. زندگی دشوار نظامیان پیشین. یک عضو نیروهای ویژه حکومت پیشین در بغلان پس از آزادی از زندان طالبان جان باخت. تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات زیر حاکمیت طالبان. آمریکا بر حق دسترسی به اطلاعات تاکید کرد. تشدید جنگ میان اوکراین و روسیه. نیروهای اوکراینی از سر روستا در مرزهای شرقی این کشور عقب نشینی کردند. و ادامه اعتراضات دانشجویی در آمریکا. 900 معترض حامی فلسطین بازداشت شدند. مشروع اخبار: حدود دو ماه پس از برگزاری نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افغانستان، گروه کاری دوره‌ای این شورا برای بررسی گزارش‌های حقوق بشری افغانستان برای چهارمین بار نشست برگزار می‌کند. این نشست تا ساعت دیگر دوشنبه 10 سور در ژنو برگزار می‌شود. افغانستان یکی از 14 کشور است که توسط این گروه سازمان ملل متحد زیر بررسی قرار می‌گیرد. بر بنیاد اعلامیه شورای حقوق بشر، اسنادی که بر اساس آن بررسی صورت می‌گیرد شامل گزارش ملی کشور تحت بررسی، گزارش گروه‌ها و کارشناسان مستقل حقوق بشر، معلومات نهادهای حقوق بشری و گروه‌های جامعه مدنی می‌شود. 55مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوایل ماه حوت سال گذشته برگزار و در آن بر ضرورت احترام به حقوق بشر در افغانستان و تشکیل دولت فراگیر تاکید شده بود. به ادامه بازداشت شکنجه نظامیان پیشین از سوی طالبان. این بار منابع محلی در پکتیکا از جان باختن یک افسر کماندوی ارتش حکومت پیشین پس از رهایی از زندان طالبان خبر می دهند. منابع در این ولایت روز دوشنبه تایید کردند که این افسر کماندوی ارتش حکومت پیشین دگرمن عبدالجمیل زدران نام داشت و باشنده اصلی ولسوالی نکای ولایت پکتیکا بود، اما از چند سال به این سو در ولسوالی نهرین ولایت بغلان زندگی می کرد. دگرمن عبدالجمیل در حکومت پیشین فرمانده کندک سوم لوای 3 قول اردوی عملیات خاص کماندو در ولایت قندهار بود. منبع افزوده است که این نظامی پیشین نزدیک به یک ماه در بند طالبان بود و یک روز پس از رهایی شب گذشته در خانه اش جان باخته است. طالبان با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبرشان همواره به بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین متهم شدند و در روزهای اخیر موج تازه از بازداشت این نیروها را برا انداختند. دو روز پیش نیز یک نظامی حکومت پیشین پس از رهایی از زندان طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان جان باخت. سفارت ایالات متحده ای آمریکا برای افغانستان که اکنون از قطر فعالیت دارد، در آستانه فرارسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که آزادی مطبوعات صدای افراد را تقویت می‌کند و ستون حیاتی جامعه است. این سفارت با توجه به محدودیت‌های روزافزون بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان بر آزادی مطبوعات در کشور تاکید کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌بینیم. در حالی که فعالان عرصه اطلاع رسانی در افغانستان هر از گاه از سوی طالبان تحت بازداشت و بازپرس قرار می گیرند و رسانه ها پس از 20 سال فعالیت آزادانه شدیداً سانسور شدند، سفارت ایالات متحده برای افغانستان که اکنون از قطر فعالیت دارد در آستانه فرارسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که مطبوعات صدای افراد را تقویت می کند. این سفارت با راه اندازی هشتگ آزادی مطبوعات
دسترسی به اطلاعات در صفحه اکس خود نگاشته که آزادی مطبوعات ستون حیاتی جامعه است. سفارت ایالات متحده برای افغانستان بر آزادی مطبوعات در کشور در حال تاکید می کند که در یک سال گذشته چندین تن از خبرنگاران در افغانستان بارها از سوی طالبان زندانی و شکنجه شدند و گروه طالبان عملا به سانسور و توقف فعالیت برخی از رسانه ها تلاش می ورزند. گروه طالبان در یک سال اخیر محدودیت ها بر دنباله های اینترنتی رسانه ها در افغانستان را افزایش داده است و کاربران مجبورند با استفاده از ابزارهای فیلتر شکن به اطلاعات و معلومات تعداد از رسانه ها دست پیدا کنند. روز جهانی آزادی مطبوعات در حال فرا می رسد که تنها در یک هفته گذشته 3 خبرنگار از سوی طالبان به دلیل پخش موسیقی و صحبت تلفنی با مخاطبان زن بازداشت شدند. چندی پیش مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که رسانه ها و خبرنگاران در سال روان در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونیشان با محدودیت های شدید مواجه هستند و حقوقشان به شکل گسترده نقض شده است. همزمان با درخواست مجدد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای آغاز مذاکرات رسمی برای پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا و ناتو، گزارش ها حاکی از عقب نشینی ارتش این کشور از سر روستا در مرزهای شرقی است. بر بنیاد گزارش رویترز، الکساندر سرسکی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین روز یکشنبه گفت است که نیروهایش با موازه جدید در غرب بردیچی و سمنیوکا در شمال اودیوکا بازگشتند. با پیشروی سربازان روسی در امتداد خط مقدم، نیروهای ارتش اوکراین در شرق این کشور عقب نشینی کردند. وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که نیروهای این کشور روستای نوباخموتیوکا در نزدیکی بردیچی را تصرف کردند، اما ارتش اوکراین درباره این اعداد تا کنون اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دو روز پیش از حملات نیروهای روسیه بر تأسیسات برق و گاز این کشور خبر داد و گفت که حمله روسیه به بخش انرژی کشورش و تأسیسات گازی مهم برای عرضه به اتحادیه اروپا را هدف قرار داده است. او از جامعه جهانی خواسته است تا با تقویت سامانه های پدافند هوایی این کشور کمک کنند. پلیس آمریکا در 10 روز گذشته دست کم 900 معترض حامی فلسطین را در دانشگاه های این کشور بازداشت کرده است. واشنگتن پست یکشنبه شب گزارش داده که دانشگاه های آمریکا در روزهای اخیر شاهد اعتراضات سراسری دانشجویان و استادان در اعتراض به حمایت واشنگتن از اسرائیل در جنگ با غزه بوده است. بر اساس گزارش، در این مدت دانشگاه های آمریکا با شیوه های مختلف اعتراضات دانشجویان را به شدت سرکوب کرده است. جیل استاین، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا، نیز در یک اجتماع حامی فلسطین در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس میسوری بازداشت شده است. پیش از این مقام های آمریکایی شمار معترضان بازداشت شده را حدود 600 تن اعلام کرده بودند. گفتنی است که اعتراض دانشجویان در آمریکا پس از تحصن دانشجویان دانشگاه کلمبیا در نیویورک اوج گرفته است. با این حال کاخ صفحه تاکید کرده است که تظاهرات حامیان فلسطین باید مسالمت‌آمیز باقی بماند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است که کاخ سفید قطعا به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز احترام می‌گذارد، اما یهود ستیزی را محکوم می‌کند. اینها مهمترین رویدادهای امروز بود. از همراهیتان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.